اگر ما نفهمیم، وقتی که ما در پوهنتون هستیم ما نمیفهمیم، ما که در دانشگاه هستیم ما نمیفهمیم، ما حاصله که میگم من در یونیورسیتی هستم این نمیفهمم، پس کی باید بفهمم؟ ما تو که نفهمیم مردم روی سرک میفهمم؟ ما تو که تحقیق میکنیم، ما تو که قرآن شناس هستیم، ما تو که خود مسلمان میگیریم، وقتی که ما تو نمیفهمیم پس کی میفهمه؟ کی باید بفهمه؟ این مردم ملت بیچاره ما را کی بفهمانه؟ نکنین محصولین عزیز، از خدا بترسین. خدا هیزم بخاری استعمار نسازین، نسازین خدا. ما خواه الحمدلله همیشه واقعیت ها را در صنف، در درس، در پیشروی محصولین، در هر جای گفتیم. اگر روز یک کسی مرکو گفت را اگر ببرن چطور مفتون بستره، ما یک بستره برای خود در گوانتانامو جور کردیم. ملا با از این بی غیرتی که دارم در گوانتانامو باشن احساس غیرت میکنم، از این بی ایمانی کرده که انسان به دست خود ایمان خود از دست خود میکنه. حداقل از علما بشینین پرسان بکنین. استاد خلیل است، بگو استاد خلیل تو انسان با فکر هستی، با اینمی زنده باد و مرده باد، بلی از خدا بگو نتیجه چی میشن. استاد معروف و راسخ که امام مسجد است، پس پیشش پنج رقه بشی برش بگو با این زنده باد و مرده باد در صفی از اینا قرار گرفتن، ایمان ما چطور میشن؟ عقیده ما چطور میشن؟ صف ما کدام صف است؟ سنگر آخری که قلب ما از کجا رفت؟ کلش برتان میگه که خطا خوردی، ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این راه که تو میروی به ترکستان است. این راه راه دین نیست برادر عزیز، این راه عقیده نیست. اسلام با دموکراسی یک جای نمیشن، اسلام با سیکولاریزم یک جای نمیشن، اسلام با نشنالیزم و قوم پرستی یک جای نمیشن. هر کسی که میگه یک جای میشه تو را بازی میده، هر کسی که تو را میگه که یک جای میشه غیر مسئول نه، یا جاهل است تو را هم در کند جهالت میپرده، و یا میفهمه میخواه که تو را قصدن غلام استعمار بسازه و از عقیده دور بسازه. اما کسی که تحقیق کرده، ما که تحقیق کردیم در اروپا رفتیم برادر، از اروپایی پرسیدیم، در هندوستان که مرکز دموکراسی است پرسان کردیم، از خارجی و از داخلی و از کلش پرسان کردیم، از مؤسسش، دیدیم که دموکراسی با اسلام زمین و آسمان فرق میکنن. اسلام نکنین، ولی از خدا نام اسلام بد نسازید، اسلام برای مردم از اسلام متنفر نسازید، اسلام مردار نسازید با اصطلاحات چتل و مردار. بگوید که اسلام دیگه چیز است و این دموکراسی و سیکولاریزم و نشنالیزم این چیزهای دیگه است. این مرض ما مردم افغانستان است، این قوم پرستی عادت ما هست، این ما مردم هستیم که نیم قرآن قبول داریم نیم قرآن قبول نداریم، این ما هستیم که نماز اسلام قبول داریم اما سیاست اسلام قبول نداریم، این ما هستیم که روزی اسلامی را قبول داریم اقتصاد اسلام قبول نداریم. بگوین که این عادت ما هست، بگوین این شب جمعگی و روز دو و روز سه و این شله شیرین و این سمنک، این عقیده ما هست، عقیده اسلام نیست. اسلام با این چیزا نامبد نسازیم. و اسلام مردم افغانستان است که با دموکراسی و سکولاریزم سازش میکنه، اسلامی که اسلام رسول الله است، اسلامی که قرآن اساسی از اوز دوی گفا نیست برادر عزیز. یک مرتبه مقایسه بکنین آیات قرآن.